به دست آوردن پشتیبانی کشورهای تولید کننده نفت در حوزه خلیج فارس به ویژه عربستان سعودی برای عبور از بحران انرژی که جهان در پی جنگ اوکراین با آن روبرو شده از اهداف سفر خاورمیانه‌ای جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا بود. مذاکرات خوبی درباره تضمین امنیت انرژی در جهان و فراهم شدن صادرات نفت کافی برای حمایت از رشد اقتصاد جهانی انجام دادیم. اجرای نتایج مذاکرات به زودی آغاز می شود. من هرچه در توان دارم برای افزایش فراورده های انرژی ایالات متحده انجام می دهم و انتظار دارم به زودی نتایج آن را ببینیم. اما در کنفرانس جده که شنبه با حضور رئیس جمهوری آمریکا، سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه مصر، اردن و عراق برگزار شد، عربستان سعودی اعلام کرد به وظیفه خود در افزایش ظرفیت تولید نفت عمل کرده است. مملکت سعودی به وظیفه خود در این زمینه عمل و افزایش ظرفیت تولید نفت خود را به روزانه 13 میلیون بشکه اعلام کرد. بعد از این توان بیشتری برای افزایش تولید ندارد. این سخنان ولیعهد عربستان سعودی که با استاب وسیعی در فضای سیاسی و رسانه‌ای منطقه و جهان داشت، به نوعی اعلام موضع ریاض در قبال تحولات جهانی و خواسته های ایالات متحده تفسیر شد. خب در وهله اول عربستان نه تمایلی داره نه دلیلی داره برای اینکه بخواد تولیدش رو افزایش بده. اینکه ظرفیت تولیدش رو اعلام کرده تا 13 میلیون بشکه افزایش میده با توجه به شرایطیه که فعلا داره، با توجه به اینکه ما از زمان آغاز کرونا سرمایه‌گذاری مناسب نداشتیم در حوزه تولید نفت و یکی از مشکلاتیه که در سالهای آینده ممکنه باعث بشه که قیمت نفت افزایش پیدا بکنه. خب 13 میلیون بشکه تو ظرفیت تولید عربستان کم رقمی نیست، کما اینکه امروز هم 12 میلیون بشکه توان تولیدی عربستان هست ولی نزدیک به 10 میلیون بشکه داره تولید میکنه و از همین 10 میلیون بشکه هم چیزی در حدود 300 هزار بشکه بسیاری از روزها بدون مشتری به ذخایر سپرده میشه. در نتیجه کمبود نفتی در بازار وجود نداره. اون چیزی که هستش اینه که کمبود گاز در اروپا و جنگ اوکراین باعث شده که قیمت نفت افزایش پیدا کرده. چیزی به بین 20 تا 30 درصد از قیمت برآورد میشه که به دلیل جنگ در اوکراین هستش. پس در نتیجه کمبود نفت نداریم که عربستان بخواد با افزایش تولید نفت این رو جبران میکنه. اما در کنفرانس جده عربستان سعودی دیدگاه خود را برای برقراری امنیت انرژی ارائه داد. آینده انرژی که به دنبال آن هستیم نیازمند در پیش گرفتن دورنمایی با اولویت تحقق ثبات و شکوفایی است که لازمه آن احترام متقابل میان کشورهای منطقه، استحکام روابط فرهنگی و اجتماعی آنها، مقابله با چالش‌های امنیتی و سیاسی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی فراگیر است. سخنانی که به نظر می‌رسد ریاض از طریق آن به دنبال مطرح کردن خواسته‌های خود در برابر خواسته‌هایی است که ایالات متحده ارائه داده. از طرف دیگر عربستان یک هژمونی انرژی تشکیل داده به همراه روسیه و اوپک که این رو ارزان نخواهد فروخت. اگر قرار باشه بفروشتش به چیزی کمتر از چلاندن جمهوری اسلامی و از کار انداختن دستگاه جنگی جمهوری اسلامی این رو نخواهد فروختش. تحولات چند روز اخیر در منطقه خاورمیانه و نتایج تلاش‌های آمریکا. در حالی که بحران انرژی در غرب بالا گرفته و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم به شکلی کم سابقه بالا رفته و بحران اقتصادی در حال بزرگتر شدن است. اکنون گزینه غرب برای پایان دادن به این بحران چیست؟ راهکار کوتاه مدتی که برای غرب وجود داره در رابطه با کنترل تورم هزینه‌های انرژی، یکیش این هستش که خب مالیات‌هایی رو که به منظور انتقال انرژی از منابع آلاینده به منابع کم کربن مثل گاز وضع کردن طی سال‌های گذشته، این رو باید بیان حذف کنن در شرایط فعلی، در شرایط جنگی. خب در بسیاری از بخش‌های اروپای غربی، آمریکا و کانادا، استرالیا ما چیزی در حدود 100 درصد قیمت بنزین، گازوئیل و حامل‌های انرژی مالیات دولت‌ها است. اینا رو وضع کرده بودن به منظور اینکه برن به سمت گاز، برن به سمت خودروهای الکتریکی. خب تو شرایط ویژه میتونن این مالیات رو حذف کنن، میتونن این مالیات رو
کاهش بدن برای اینکه از بحران خارج بشن. از طرف دیگه خود آمریکا الان دست کم داره 2 میلیون بشکه کمتر از حد اکثر توانش تولید میکنه، که خب در دوران ترامپ 13 میلیون بشکه داشته آمریکا تولید میکرده، صادر کننده نفت شده بوده. هر دو طرف یعنی هم بزرگترین تولید کننده بوده هم بزرگترین مصرف کننده. الان دولت بایدن به دلیل سیاست‌های محدودسازی که ایجاد کرده باعث شده که این تولید افت کرده، اومده چیزی در حدود 11 میلیون بشکه، و از طرف دیگه امکان صادرات رو گرفته در دولت ترامپ. بعد از 45 سال اجازه صادرات نفت داده شد، برای همینم سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای تو حوزه نفت و گاز آمریکا انجام شد. الان اینها متوقف شده به خاطر اینکه سیاست‌های محدودسازی اتفاق افتاده. به گمان من راه حل پیش خود غربی‌ها هست، بیش از اونچه که بخوان به کشورهای حوزه خلیج فارس فشار غیر سازنده وارد بکنن، میتونن به خودشون کمی فشار وارد کنن و از این بحران عبور کنن. بحران‌هایی که بار دیگر جهان را چند پاره کرده و در نتیجه آن قدرت‌های بزرگ به دنبال یارکشی هستند تا هر کدام بلوک خود را در برابر دیگری قوی‌تر کنند. ایلیا جزایری، رادیو فردا.